قصر سفید خبر داده است در مکالمه تلفنی که میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نریندرا مودی صدر اعظم هند صورت گرفته است، هر دو رهبر در کنار صحبت روی همکاری‌های اقتصادی و دفاعی، موضوعات امنیتی در آسیای مرکزی و جنوبی و تاکید بر مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی را نیز مورد غور قرار داده اند. بر اساس گزارش قصر سفید، در این مکالمه تلفنی همچنان از صدر اعظم هند دعوت به عمل آمده تا به واشنگتن سفر کند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و برنده شدن آقای ترامپ، این دومین مکالمه تلفنی است که میان هر دو رهبر صورت می‌گیرد. ماهران امور دفاعی هند این مکالمه را نشان دهنده اهمیت دهلی جدید در منطقه اقیانوس آرام می‌خوانند. ماهران امور دفاعی هند این مکالمه را نشان دهنده اهمیت دهلی جدید در حوزه اقیانوس آرام می‌خوانند. این نشان دهنده ای اهمیت است که ترامپ برای هند قائل است. ایالات متحده باور دارد که هند باید در منطقه اقیانوس آرام نقش داشته باشد. وعده کرده بود و باور دارد که هند باید یک نقش بزرگ را در آسیای مرکزی نیز داشته باشد. صدر اعظم هند نیز با نشر یک پیام در صفحه تویترش مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ترامپ را دوستانه خوانده و گفته است که برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه هر دو کشور با هم کار خواهند کرد و از آقای ترامپ خواسته است تا به هند سفر کند. اما رهبر حزب کمونیست هند گفته است که این مکالمه حراس را برانگیخته است که گویا هند موقفش را به نفع خواسته های واشنگتن تغییر خواهد داد. هند به خواست خود میپذیرد تا یک متحد تازه استراتژیک و سودمند برای ایالات متحده امپریالیست باشد. در نهایت با موقف هند مبنی بر سیاست های آزاد خارجیش سازش شده است. قبل از این دونالد ترامپ با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز صحبت کرده است. حکومت پاکستان چند پیش گزارش را از جریان مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ و نواز شریف نشر کرده و گفته بود که آقای ترامپ ضمن تقدیر از کارکردگی رهبری پاکستان خواستار گسترش روابط با آن کشور شده است. اما دومین مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و هند در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن و دهلی جدید در صدد نهایی سازی قراردادهای اند که همکاری میان نظامیان هر دو کشور را نزدیکتر می سازد و به شرکت‌های تولیدات دفاعی آمریکا زمینه ساخت و فروش تجهیزات را در هند فراهم خواهد کرد. گامی که برای پاکستان ناخوشایند می باشد. اما هند تلاش دارد تا با برداشتن همچو گام‌ها پاکستان را تحت فشار قرار دهد. اما پاکستان همواره در پاسخ به همچو اقدامات هند تأسیسات آن کشور را در افغانستان مورد هدف قرار داده و فشار آن را افراد ملکی بر دوش کشیده اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.